امروز من میخواهم درباره مسئله‌ای با شما سخن بگویم که اگرچه با این پیش درآمد اشاره به درگذشت دکتر ابراهیم یزدی آغاز می شود، ولی سخنی است بسیار بسیار فراتر از درگذشت، رفتار، اندیشه ها و آنچه که از دکتر ابراهیم یزدی مانده و در برابر ماست، یعنی این بنای حکومت دینی که ایشان در مهندسی آن و خود ایشان هم با افتخار گفتن جایگاه بسیار برجسته ای داشتن. من آشنایی من با دکتر ابراهیم یزدی که خیلی از من بزرگتر بودند، نخستین بار در واشنگتن بود، شهر واشنگتن. البته گمان می کنم در برنامه چهارشنبه با جناب مخری اشاره کردم که خانواده ما، یعنی دست کم من و برادرانم و خواهرم، ما برادر ایشون رو، دکتر اسماعیل یزدی رو میشناختیم. دندان پزشک خانوادگی ما بودند و از دندان پزشکان بسیار بسیار توانای ایران. و من دکتر ابراهیم یزدی رو نمیشناختم تا اینکه برای درس خواندن به آمریکا آمدم و پدر و مادرم خانه‌ای در پیرامون واشنگتن داشتن، اونها هم آمده بودند و خانه خریده بودند و یک بار ابراهیم یزدی رو در اونجا دیدم، آمده بود دیدن پدرم. خب پدرم از پایگزاران جبهه ملی، یاران زنده یاد محمد مصدق، و آقای ابراهیم یزدی هم از کوشش کنندگان نهضت آزادی و در واقع نماینده نهضت آزادی در آمریکا، تا اونجایی که من آگاهی داشتم. در اون هنگام انجمنهای دانشجویی در شهرهای مختلف آمریکا فعالیت میکردند که بعدها اینها جمع شده بودند، یعنی در همون زمان، و یه چیز بزرگی به نام کنفدراسیون ساخته بودند. من هم در این انجمنهای دانشجویی بودم، از جمله و آدم سرشناسی هم بودم، خیلی همه میشناختند، حالا به دلایلی که معلوم نیست چرا، ولی به ایشان البته خب شاید هم معلوم باشد، ولی روی هم رفته من ایشان رو نمیشناختم. شنیده بودم نامشون رو، میدانستم که ایشان رهبر یک جریان دانشجوی اسلامی است که البته دانشجو کمتر داشت، آدم های بیشتر پابسن عضو اون بودن، ولی آمده بود واشنگتن و از من خواست که اگر میتوانم، چون اون شبی که اون بعد پس از نیم روزی که ایشان رو دیدم، همون شبی بود که در شامگاهش این انجمن نشست داشت و از من خواست که ایشان رو به این نشست ببرم و که با این کوشندگان این انجمن دانشجویی در واشنگتن گفتگو کنیم. رفتیم و ایشان به هر حال درگیر گفتگو شد، پشتیبانی از قرآن، از اسلام و برداشت هایی که او با آن باور داشت. البته از این آغاز کرد که اسلام دین صلح است و واژه اسلام هیچ وقت فراموش نمی کنم این رو. اسلام در واقع یعنی صلح و اسلام دین صلح. و بر این باره سخنانی گفت و شب به پایان رسید و من در این نخستین دیدار با آقای ابراهیم یزدی که هیچ نزدیکی دیدگاهی هم با ایشان نداشتم، دریافتم که مردی است که سالها در این دنیای غرب زندگی کرده، خود و همسر و شش فرزندش در هیوستن تگزاس زندگی می‌کردند، از همه زمینه‌های زندگی غربی بهره‌مند بود، حتی کراوات زده بود وقتی به این نشست انجمن آمده بود، ولی این آدم هیچ بهره ای از ارزش های لیبرالیسم غربی نداشت، یعنی با آزادی اندیشه و چیزهای از این دست کاملا بیگانه بود، تا حدودی میتوان گفت حتی سر ستیز داشت و فکر میکرد این فرهنگ غربی یک فرهنگ فاسد است و فرهنگ اسلامی است که بناست بیاید و ایران رو دگرگون بکنه. این نخستین دیدار با آقای ابراهیم یزدی بود. سالیانی گذشت و من در هنگامی که این زمانی که خدمتتون صحبت می کنم، من شاید 20 سال بیشتر نداشتم و دو سه سال پس از اون، چند سالی پس از پیش از انقلاب 57، در شهر هیوستن من با ایشان یک مناظری داشتم و درگیری لفظی خیلی تندی بین ما پیش آمد و دیگر من ایشان رو ندیدم و هیچ پشیمان هم نیستم که ایشان رو ندیدم.
ولی به هر روی از دور با ایشون آشنایی داشتم. پس از درگذشت دکتر ابراهیم یزدی در ایران و خارج از کشور در رسانه هایی که در ایران هست و در خارج از کشور هست، رسانه ها و تارنما ها، داوری های تند و تیزی در پشتیبانی و در نقد به ابراهیم یزدی به چشم میخوره. برخی او رو یک قدیس میدانند، یعنی در واقع او یک انسانی است که کوشش کرده در برابر ستمگری های سران جمهوری اسلامی بیسته و تاوان اون رو هم با زندان و گرفتاری ها و خانه نشینی ها و دربدری ها داده. برخی همون رو یک جلاد میخوانند. در یکی از برنامه های تلویزیونی از مادرم شنیدم که مادر همسر رحیمی، یکی از افسران بلند پایه رژیم گذشته که در همون آغاز کار اعدام شد و به راستی ایستادگی کرد در اون محاکمه، و آقای یزدی هم یکی از کسانی بود که در محاکمه او شرکت داشت، گفته است که دست های او رو به دستور یزدی بریدن. گمان نمی کنم، یعنی من آگاهی ندارم، ولی در این دو سوی گفتگو بر سر ابراهیم یزدی خب هم گزافه‌گویی درباره پشتیبانی از آزادی، حقوق و چیزهایی از این دست است که به راستی بی‌پایه است، و هم تا جایی جلو می روند که شاید او رو از خلخالی جلاد هم تندروتر بدانند. ولی به هر روی جدا از این که راستی درباره زندگی ابراهیم یزدی چه بوده، من بیشتر می خواهم با شما درباره فرهنگی که رفتار یزدی ها رو می سازه، پرورش میده، در این باره با شما گفته بکنم. ولی اجازه بدهید که نخست به کارنامه خود دکتر ابراهیم یزدی بپردازم. دکتر ابراهیم یزدی که از تنها پایه‌گذاران و رهبران آغاز جمهوری اسلامی است که تا پایان عمر، تا پایان زندگی وفادار ماند به این که در ساختن جمهوری اسلامی دست داشته و هیچ پشیمان نیست که این حکومت دینی رو بنا نهاده. آدمی بود که در همون چند ساعتی که من در نخستین بار در واشنگتن رو دیدم، هنگامی که حتی با ماشین می رفتیم به اون نشستی که اشاره کردم، دریافتم که زندگی او در واقع تشکیل می شود در زمینه فکری، جدا از وفاداری به اسلام، دشمنی به دو چیز: کمونیسم و بهایی‌گری. یعنی به همون اندازه که از کمونیسم نفرت دارد، از بهاییان نفرت داشت و معتقد بود که این بهاییان یک دسته فاسد نوکر بیگانه در ایران هستند و کمونیست ها هم نوکران شوروی هستند، بنابراین بهاییان نوکران انگلیس هستند و چپی های ایران هم نوکران شوروی، برخی هم شاید نوکر چین. ولی چنین باوری داشت و معتقد بود که همین حرفایی که بعدها زدن، نه شرقی نه غربی، که اسلام باید بیاید و ایران رو از کمونیسم و بهاییت نجات بدهد. و نفرتی که از بهاییان داشت شگفت‌آور بود برای من و حتی برای پدرم، هنگامی که سخن میگفت در این زمینه به یاد دارم. ابراهیم یزدی از یاران نزدیک آیت الله خمینی بود، از کسانی است که پس از آمدن آیت الله خمینی به نفل و شاتو، هنگامی که در زیر درخت سیب فرمانهای خودش رو صادر میکرد، این آقای یزدی و دو نفر دیگر، به ویژه همین آقای یزدی، تقریبا به عنوان رئیس دفتر او فعالیت میکرد و هیچ کسی بدون اجازه یزدی نمیتوانست خمینی رو ببینه. حتی جلوگیری کرده بود از اینکه ناصرخان قشقایی به دیدار خمینی بیاید و ناصرخان با پدر من تماس گرفت و پادرمیانی کرد، و ای کاش پادرمیانی نمیکرد و ناصرخان وقتی خمینی رو نمیدید، بهتر بود برای ناصرخان قشقایی که خمینی رو ندیده از جهان میرفت و هیچ رابطه‌ای با خمینی نمی داشت. ولی به هر روی در اون دوران آقای یزدی تقریبا همه کاره بود. امروز بامداد در یکی از این تارنماهای اینترنتی در گودا نیوز دیدم که آقایی که در جوانی خیلی نزدیک بوده با آقای یزدی، در جایگاه پشتیبانی از آقای یزدی یا توجیه آقای یزدی، میگوید که ایشان نمیتوانسته دستور اعدام هویدا یا دیگران رو صادر کرده باشه، چون او دادستان نبود،
او جایگاه حقوقی نداشت. ایشان گمان میکنند در اون دوران آغاز انقلاب، در اون سالهای نخست، کسی بهایی به این جایگاه ها میداد. یه جوانک 19 20 ساله رو میکردن دادستان یا قاضی شهر در بخشی از ایران، و این آدمی که حتی درس دینی هم نخونده بود، طلبه‌ای بود بی سواد، حتی نمیتوانست بنویسه به درستی، دستور کشتن آدم ها رو میداد. و این سخن که گویا چون او دادستان نبوده نمیتوانست این دستورها رو بدهد، حتی با خاطرات آقای خرخالی هم در تضاده. اما این آقای ابراهیم یزدی هیچگاه حاضر نشد از سر وفاداری خودش به بنای حکومت اسلامی در ایران بازگرده. یعنی اینکه او یکی از مهندسان ساختن این حکومت بوده و بنابراین هر آنچه بر سر ما آمده از جمله از راه رفتار آدم های مانند آقای ابراهیم یزدی هیچگاه به این نقد نکرده. البته این آدم ها نقد می کنند به اینکه کسانی دیگر، البته جز امام، امام هنوز امام است، امام راهه، همگان آمدند و توطئه کردن و کارهای زشتی انجام دادند و این انقلاب رو به بیراهه بردند. همون گونه که حزب توده در اون دوران میگفت که امام به خط امام خیانت کرده، ایشان البته نمیگویند که امام راحل به اصطلاح خیانتی کرده، میگن دیگران، پیرامونیان این مسیر رو دگرگون کردند، وگرنه این انقلاب میتوانست یک حکومت اسلامی راستین به وجود بیاورد، پر از آزادی، پر از دموکراسی، پر از ارزش هایی که دنیای غرب هم با اون آشنا نیست. یاوه هایی که به راستی باید گفت در هیچ دانشکده، هیچ رشته جامعه شناسی نمیتوان نشانی از اونها یافت، که یک جریان ایدئولوژیک مذهبی میتواند آزادی هایی به جامعه بشری بدهد که این آزادی از دنیای لیبرال غیر ایدئولوژیک جلوتر است. ببینید در جلد سوم کتاب خاطرات ایشان، یادمانده ایشان، نامه ای رو ایشان منتشر کردند، چاپ کردند. این نامه خیلی سالها پیشتر از نوشتن این خاطرات به روی کاغذ آمده. نامه ایست به سید احمد خمینی. خب ایشان می توانستند این نامه رو چاپ کنند، ولی در کنار اون بنویسند که من امروز وقتی نگاه می کنم به این نامه که در سال 1369، 12 سال پس از پیروزی جنبشی که خمینی در رهبری اون بود و آقای یزدی یکی از یاران نزدیک ایشان به شمار می آمد، بگویند که من این رو نوشتم، ولی به راستی پشیمانم از این که این رو نوشتم، پشیمانم از کاری که در این نامه گفتم کردم و از مردم ایران پوزش میخواهم که این کارها رو کردم، ولی ایشون رو به عنوان سند افتخار ازش یاد میکنه. ایشان نامه نوشته و میگوید که شما خوب میدانید که برنامه سیاسی و اجرایی آقای خمینی را من تنظیم کردم و ایشان تصحیح و تنقیح نمودند که بعدها بر طبق آن شورای انقلاب و دولت موقت تأسیس کردید. ببینید جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی که امروز خیلی ها یک قدیسی از او میسازند که اصلا باید یک پیکره ای ساخت، تندیسی ساخت در میدان آزادی به نام ایشان و گفت ایشان نماد آزادی در ایران بودند. دیدیم نوشته هایی که بیرون میدن و افراد امضا میکنند. این آقای ابراهیم یزدی همین چند سال پیش از درگذشتش در سن بالاتر از 75 سالگی، نزدیک به 80 سالگی، جلد سوم خاطراتش رو که نوشته، با افتخار از این یاد میکنه که مردم ایران، من در سال 1369 نامه به این سید احمد فرزند آیت الله خمینی امام راحل نوشتم و در اون گفتم که آقای محترم، برنامه آیت الله خمینی رو من نوشتم. حالا تا چه اندازه این راست باشه، ما ایرانیان در گزافه گوی دروغ بسیار بسیار توانا هستیم. خیلی ها میگن که من نوشتم، من بودم که در واقع اینها رو تنظیم کردم، ولی ایشان مستند گفته که بنده بودم. بازم میخوانم برای شما، شما خوب میدانید که برنامه سیاسی و اجرایی آقای خمینی را، یعنی انقلاب
57 را من تنظیم کردم و ایشان تصحیح و تنقیح نمودند که بعدها بر طبق آن شورای انقلاب و دولت موقت تأسیس کردید. یعنی سنگ بنای حکومت دینی در ایران، حکومت تبعیض، حکومتی که هزاران نفر رو اعدام کرد، حکومتی که آزادی های محدودی رو که در دوران پهلوی وجود داشت حتی اونها رو هم تعطیل کرد، فساد رو در ایران به درجه ای رساند که اصلا فساد دوران پهلوی به عنوان فساد دیگر به شما نمی آید. ایشان میگوید من این کاری کردم، برنامه رو من ریختم، من بودم که پیشنهاد کردم مصادره ها انجام بشود، من بودم پیشنهاد کردم که دادگاه های انقلاب به راه بیفتد، چون برنامه سیاسی و اجرایی حکومت اسلامی مگر چه بوده؟ همین ماجرایی بوده که به وجود آمده. خوب دقت کنید، شما به کسی این اتهامات پوچ و بی اساس رو زدید؟ ببینید، سید احمد اتهام زده بوده به آقای یزدی 12 سال پس از انقلاب، هنگامی که دیگر ایشان کاملا از چشم رهبری حکومت دینی در ایران افتادن، آیت الله خمینی هم اندکی پیش از این درگذشته یا در همین دوران، نامه نوشته آقای یا مطلبی نوشته سید احمد خمینی که ایشان رو به خیانت به جمهوری اسلامی متهم کرده و ایشان پاسخ میده شما به کسی این اتهامات پوچ و بی اساس رو زده اید که طراح و مؤسس سپاه پاسداران بوده است. البته هر کی از ایران در این سالها گریخته و آمده و با وزارت دفاع آمریکا و دولت آمریکا با گروه‌های مختلف کار می‌کنه، پایگزار سپاه پاسداران بوده. ما از این پایگزاران و طراحان و مؤسسان سپاه پاسداران یک دوجین الان در خارج داریم. البته ایشان با آمریکا نیامدند، در اجازه آمدن به آمریکا نداشتن، ولی خیلی‌ها خودشون رو با افتخار طراح و مؤسس سپاه پاسداران می‌دانند. یک لحظه بیاندیشید که در دوران محاکمات نورنبرگ که بلند پایگان دولت هیتلری رو به محاکمه میکشیدن، بیشتر اونها میگفتن ما نبودیم، اس اس رو ما نساخته بودیم، گشتاپو کار آدم دیگری بوده، این کوره های آتش سوزی، یعنی کشتن یهودیان و دیگران، اینها کار ما نبوده، اصلا وجود نمیداشته. حالا یک لحظه بیاندیشید که در این دادگاه نورنبرگ یه نفر بلند بشود بگوید که بله، بنده پایه‌گذار اس اس، گشتاپو و سازنده این کوره های آدم سوزی بودم و خیلی هم با افتخار از این صحبت بکنم. البته در ایران کوره های آدم سوزی نبوده، ولی سپاه پاسداران نیروی اصلی سرکوب و پاسداری از این نظام در این سالها به شمار می آمده و امروز یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی کشور هم هست، یا در واقع باید گفت بزرگترین نهاد اقتصادی کشور. هیچ کاری بدون واحدهای سپاه پاسداران و مؤسساتی که سپاه پاسداران بر او چیره هست انجام نمی شود. آقای دکتر یزدی با افتخار این نامه‌ای که چاپ کردن و نقدی هم به اون نکردن، توضیح منفی هم در اون باره ندادن که آقا من ببخشید در این نامه گفتم که طراح و مؤسس سپاه پاسداران بودم، من گزافه‌گویی کردم، دروغ گفتم، من طراح و مؤسس سپاه پاسداران نبودم و اگر هم در تشکیل سپاه پاسداران دست داشتم که می‌دانیم دست داشتم و چه بسا یکی از پایه‌گذاران این حرکت بودند، بنده پوزش می‌خوام از ملت ایران که چنین کاری رو، چنین بلایی به سر شما آوردم. نه، اینو نمیگن ایشون. میگویند که شما به کسی این اتهامات پوچ و بی اساس رو زده اید که طراح و مؤسس سپاه پاسداران بوده است، طراح و مبتکر روز قدس، یعنی روز جنگ با اسرائیل، رفتن و گرفتن اسرائیل، روز درگیری 40 ساله ایران، تکرار درگیری 40 ساله ایران برای ریختن، پایان دادن به دولت اسرائیل و بیرون راندن همه یهودیان از اون منطقه‌ای که قرار است به مسلمانان فلسطینی داده بشود. ایشان میگوید من این رو پای گذاشتم، روز قدس، روزی که ما باید برویم و بیت المقدس رو از دست این یهودیان نجات بدهیم، از دست دولت اسرائیل. یکی از بزرگترین گرفتاری‌های تاریخی حکومت در ایران این درگیری 40 ساله است که برای خودش ساخته و پرداخته در دشمنی نه تنها با دولت اسرائیل، با هر کسی که با دولت اسرائیل کار کرده و از این راه حزب الله و قدس و دیگران رو در ایران، در خارج از ایران تا
تشویق و تحریک کرده و ایران رو درگیر یک جنگ دائمی، ستیز دائمی با اسرائیل و آمریکا قرار داده. روز قدس نماد چنین درگیری است و آقای یزدی با افتخار میگه که آقا من بودم این روز راه انداختم، روز جنگ دائم با اسرائیل و غرب رو من راه انداختم. ببینید، مردی که بخش زیادی از زندگی خودش رو در غرب گذرانده، در آمریکا گذرانده، از همه مواهب تکنولوژی و زندگی غرب بهره مند بوده، از کار دانشگاهی، کار در بیمارستان، همه فرزندانش در این آمریکا درس خواندند، این آدم روز قدس رو پای گذاشته با افتخار، همان گونه که پایگزاران اخوان المسلمین که در غرب درس خوانده بودند، اینها دشمنی با آمریکا رو به عنوان یکی از مهمترین زمینه‌های رفتار خودشون برشمردند. معلوم نیست این آبی که اینها در این کشورها می‌خوردن چه چیزی درش بوده که از همه جنبه‌های مثبت زندگی اقتصادی این جوامع بهره‌مند شدند، از امکانات مالی این جوامع بهره‌مند شدن، پاسپورت این کشور در جیب ایشان بوده و خانواده ایشان، از اینها بهره‌مند شدن، ولی افتخار میکنن روز قدس را انداختیم که با دنیای غرب و اسرائیل سر ستیز داشته باشیم و ایران رو درگیر کاری بکنیم که هنوز هم به پایان نرسیده. من نمیگویم که روز قدس عامل این کار بوده، روز قدس نماد این کار بوده. روز قدس روزی است که مانند ماجرای روزی که در پرسال عمرکشان در ایران راه مینداختند در تاریخ که نماد دشمنی شیعیان با اهل سنت بوده، این روز قدس هم نماد دشمنی ایران با اسرائیل و از طریق اسرائیل با غربه، با هر کس که از اسرائیل پشتیبانی میکنه، صهیونیسم و شیطان بزرگ. ما از راه بغداد خواهیم رفت و قدس رو آزاد میکنیم و از راه قدس هم دنیا رو فتح خواهیم کرد. این پرچم رو البته سالهای درازی است که جمهوری اسلامی دیگه در دست نداره، ناتوانه. امروز این پرچم رو داعش در دست داره که اون هم در واقع این تقریبا پرچمش بر زمین افتاده، ضربه خورده. شما به کسی این اتهامات پوچ و بی اساس رو زده ای که طراح و مؤسس سپاه پاسداران بوده است، طراح و مبتکر روز قدس بوده است، طراح اصلی و اولیه برخی دیگر از نهادهای انقلاب بوده است. اینها سخنان خود آقای ابراهیمی یزدی است. من در اینجا نمیخواهم یک هفته پس از درگذشته ایشان او رو به محاکمه بکشانم، میخواهم با شما این رو در میان بگذارم که چه فرهنگی در کشور ماست که انسانها حاضر نیستند به گذشته خودشون نقد بکنند و اون رو به چالش بکشند و گمان کنند که ساختن سپاه پاسداران و کارهای دیگری که بخشی از مهندسی حکومت اسلامی در ایران بوده، اینها همه خوب بوده، به کجراه رفته. آقای دیگری که در این سالهای درازی به خارج آمده و خیلی هم همکاری میکنه با بنگاه‌های غربی و در رسانه ها هم خیلی صحبت میکنه، یکی دو بار هم من به ایشون نقد کردم و نامه نوشتم، ایشان هم میگوین که پایه‌گذار سپاه پاسداران بوده. یک بار که ما در واشنگتن به طور خصوصی با هم حرف میزدیم، البته جمعی پیرامون ما بودن، با یک لذتی از این سخن میگفت که او سپاه پاسداران رو به وجود آورده. ببینید، من اگر آمده بودم و دسته دوست ها رو انداخته بودم، دسته بزن بهادرهایی رو انداخته بودم در یه جامعه‌ای که اینها بلای بدی به سر مردم آوردن و بعد می نشستم و می گفتم برای دسته رو من راه انداختم، ولی ببخشید پشیمانم، من رو به گونه ای در واقع پاکشویی کنید، من رو از این از گناه من بگذرید، ولی نه، این آدم ها فکر می کنن کار خیلی خوبی کردند. رقابتشون در این است که چه کسی نصیری رو اعدام کرد. در این سخن نمی گویند که اعدام نصیری یا اعدام هویدا کار نادرستی بوده. امروز میبینیم که در این درگیری های نظری یک ادعا آمدند و در نقد به آقای ابراهیم، دکتر ابراهیم یزدی، میگن این آدم کش بوده، رحیمی و دیگران رو به دست خودش کشته
نصیری رو به دست خودش کشته که میدانیم چنین نیست، شواهد زیادی در دست داریم. و خود اونها اون وقت فراموش میکنند که آدم هایی که انتقاد میکنند به درستی به رفتار بسیار بسیار غیر عادلانه، غیر منصفانه و غیر قانونی و بدون طی مرحله های حقوقی در اعدام رحیمی، افسران دیگر، نصیری، هویدا، فراموش میکنند که آدم های مانند زنده یاد محمد مصدق رو در دادگاه نظامی محاکمه کردند. یک نخست وزیر غیر نظامی در ایران رو در یک دادگاه نظامی محاکمه کردند. فراموش میکنند زنده یاد فاطمی رو، حسین فاطمی رو، هنگامی که تب 40 درجه داشت و پس از اینکه شعبان جعفری و یارانش شکم او رو پاره کرده بودند اعدام کردند و حاضر نشدند حتی بیستند مدتی که او تب او کاهش پیدا بکند، جراحات او کمتر بشود. خود اونها این رفتارها رو کردند. جزنی و یارانش در زندان کشته شدند به بهانه اینکه میخواستند فرار بکنند. جدا؟ خب شما وقتی خودتون آلوده به یک رفتاری هستید و به این رفتار انتقاد میکنید، چگونه میتوانید به گروه دیگری که بدتر از این رفتار رو با شما میکنند خورده بگیرید؟ فردا اگر حکومت در ایران برگردد و آزادی به وجود بیاید، اونهایی که بیایند و همین رفتار رو با حکومتیان ایران بکنند، چگونه میتوانند خودشون رو هوادار آزادی و حقوق و دموکراسی بخوانند؟ نقد من در این اعدام ها، جدا از اینکه از بنیاد با اعدام مخالف هستم، در این است که هیچ یک از مراحل قانونی طی نشد. اگر رحیمی به منافع ملی کشور خیانت کرده و باید زندانی میشد یا به قول ایشان اعدام میشد، وکیل مدافع باید میداشت، دادگاه باید میداشت، فرجام باید میتوانست داشته باشد. یعنی باید مراحل حقوقی در یک چنین کاری حفظ بشود. نگاه کنید، شبانه حکم میدادن، بامداد تیربارون میکردن، چهره اونها رو هم که تیر در چشمشون زده بودن یا به سرشون زده بودن، همه رو در روزنامه ها با شادی چاپ میکردن و بسیاری هم هورا میکشیدن، از جمله همین آدم هایی مانند آقای ابراهیم یزدی. من در جایی ندیدم در اون هنگام که دکتر ابراهیم یزدی بیاید و بگوید من استعفا میدم از شورای انقلاب چون این کارهای خلاف قانون رو دارن انجام میدن، این کار خلاف انسانیت رو انجام میدن. نه، ایشان پس از اینکه سنجابی از وزارت امور خارجه کناره گرفت، شدن وزیر امور خارجه ایران، پاسدار همین نوع ارزش ها، و هیچگاه هم به این اعدام ها انتقاد نکردند. گفتن من نبودم، این کارو من نکردم. و در اسناد دیگری که در دست ماست، از جمله یادمانده های کسانی مانند آقای خلخالی، اختلاف بر سر این بوده که به جای 24 نفر در یک شب 4 نفر رو اعدام کنیم. اختلاف شمار هستش. البته ادعا میکنند که بله، ایشان آمدند و وساطت کردند که آقای رحیمی و دیگران رو به این شکل اعدام نکنید. هیچ کجا در نوشته های ایشان نشانی از این به چشم نمیخوره که با اعدام این آدم ها مخالف بودند. هیچ کجا. سخن بر سر این است که چه شماری رو اعدام بکنیم. و آقای خرخالی میگوید که ایشان دادستانی میکردند، محاکمه کردند. میگوید که در محاکمه نصیری و در محاکمه هویدا ایشان جزو مستنطقین و بازپرسان و محاکمه کنندگان بودن که میدانیم بودن، با افتخار هم از این یاد میکنن. من آدمی رو میشناسم که دوست نزدیک ایشان بوده و هنوز زنده است، البته جوانتر از ایشان بوده، و میگوید که یزدی با افتخار از این یاد میکرد که من در واقع بودم که اینها رو رسوا میکردم در جریان دادگاه. اگه یادتون هم باشه در اون هنگام دکتر یزدی با کت نظامی در تلویزیون و در برابر خبرنگاران ظاهر می شود. یعنی برگاه او بود که رهبر نظامی کشور است. بنابراین من بسیار اندوهگین هستم از اینکه ایشان زندانی شدند، خانه نشین شدند، به ایشون ظلم شد. ولی این
ایشان در چاهی افتادند که خود از کسانی بودند که این چاه رو کندند، از مغنی های این چاه بودند و خیلی های دیگر در این چاه افتادند. ایشان از مهندسان حکومت بودند، با افتخار کنار کسانی که بعدها اعدام شدند نشستند. و در بخش دوم برنامه من به این خواهم پرداخت که چه بیماری در این سرزمین و فرهنگ ماست که چهار آخرین پادشاه کشور در تبعید درگذشتند، هر که سر کار آمده حکومت پیشین رو و همه نمادها و ارزش‌های حکومت پیشین رو کوشیده ویران بکنه و هنوز هم ما با این فرهنگ روبرو هستیم. آنچه در بخش آغازین این برنامه گفتم نباید به این معنا باشد که من احترامی برای آدمی مانند دکتر یزدی قائل نیستم. ایشان به هر روی یکی از کادرهای سیاسی توانای کشور ما به شمار می آمدن که شوربخت و این توانایی رو در راه نادرستی به کار گرفتن. نقد من در واقع به ایشان در این است که مانند بسیاری دیگر نمی نشینند به نقد خیش. ما تا هنگامی که در این کشور دو چیز رو یاد نگیریم به جایی نخواهیم رسید. نخست اینکه یاد بگیریم که باید به گذشته خود و پیرامونیان خود انتقاد کنیم و در گرفتاری های تاریخی که ما هم بخشی از اون بودیم خودمون رو شریک بدانیم. نگوییم که دیگران کردن و ما نبودیم. اگر بودیم، اگر نبودیم هیچ، اگر بودیم بگیم ما هم در این کجراه رفتن ماجرا شریک بودیم. این رو ما بلد نیستیم. حتی هنگامی که چهار نفر آدم در ماشین نشستند و یک نشانی رو که یادداشت هم کردن پیدا نمی کنند، بعدها هر کس میرسد میگوید فلانی در واقع تقصیر اون بود، او در واقع راهنمایی های غلط داد. دومین چیزی که باید یاد بگیریم این است که ارزش های دوران مدرن مانند دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم، پایبندی به قانون، اینها ارزش های تاریخی ایرانی نیست. ما در تاریخمون این ارزش ها رو نداشتیم. جوانه هایی شاید اینجا و اونجا وجود می داشته. این که ابو سعید ابوالخیر می گوید خدایت آزاد آفرید آزاد زی، که بر روی یک باور عرفانی است، عناصری از سکولاریزم هم در درون اوست، ارتباطی با زایش ارزش های مدرن و ارزش های لیبرال دموکراسی دوران مدرنیته اروپا ندارد. ما باید ارزش های مدرن رو پایبندی به حقوق، پایبندی به آزادی فردی، پایبندی به سکولاریزم و پایبندی به حقوق فردی رو از غرب بیاموزیم. هیچ راه دیگری نداریم. غرب تنها در پنیسیلین نیست، در هواپیما نیست. اینها چیزهای خوب غربی است که حتی آخوندها هم از اون بهره میگیرند. امروز که اینترنت رو هم مال خودشون کردن و سایت میسازند. اینها جنبه های فناوری غربی است که میتوان از اون بهره گرفت. ولی غرب دنیای زایش ارزش هایی است که دنیایی که ما با اون بزرگ شدیم از آن بیگانه بوده. همه شارحان انقلاب مشروطه و مدرنیته ایران، همه کسانی که در این راستا کار کردند، این ارزش ها را از غرب گرفتند، از انقلاب فرانسه، از انقلاب بزرگ بریتانیا، از جنبش های آزادی خواهی در کشورهای دیگر، حتی اونهایی که در قفقاز میزیستند، از جنبش های سوسیال دموکراسی در قفقاز، از اون ارزش ها در واقع آمدن و به ایران مدرنیته را ارمغان کردند. قانونگرایی ایران از هنگامی متولد شده، زاده شده که زنده یاد مستشارالدوله تبریزی در کتابی که این برنامه به نام اوست، یک کلمه، موضوع قانون رو به جامعه ایران ارمغان کرد. البته پیش از اون هم در دوران سپهسالار و امیرکبیر، تقریبا سپهسالار همزمان با مستشار دوله است، پیش از اون در دوران امیرکبیر، در دوران قائم مقام گفتگو بر سر مسئله قانون وجود می داشته. ولی ما اینها رو از غرب گرفتیم. اینها بخشی از این فرهنگ ایرانی نیست. این رو ما باید بپذیریم. ما باید بپذیریم که آدمی مانند دکتر ابراهیم یزدی که در غرب زندگی میکنه، منی که در این غرب زندگی میکنم، اگر بخواهیم ارزشی رو از این غرب به ایران بیاوریم،
تلفن و تلویزیون و رادیو و این چیزها نیست، اینا هم هست، ولی ارزش‌های قانونگرایی، مدرنیته، حقوق فردی غربه، توانایی جامعه غربی است که رئیس جمهور خودشون رو بتوانند به نقد بکشند و زنده بمانند و سربلند و حتی جایزه بگیرند. به روزنامه نگاری که نیکسون رو افشا میکنه پولیتسر جایزه بلند پایه ترین جایزه ژورنالیسم آمریکا رو میدهند. در کشور ما این کسی که این کاری رو با رهبر بکند یا با شاه میکرد یا با نخست وزیر گذشته میکرد یا با یکی دیگر از امروز سران پاسداران بکنه زندانی و کشته میشود. ما این ارزش ها رو بعد از غرب یاد بگیریم. بزرگترین گناهی که سانی مانند آقای دکتر یزدی نه در این است که سپاه پاسداران درست کردن یا در کشتن رحیمی درگیر بودن، در این است که درست برخلاف بزرگان دوران مشروطه که از غرب ارمغان قانون و آزادی و حقوق فردی رو به ایران آوردن، اینها در غرب زندگی کردند و بسیار از رهبران کنونی ایران فرزندانشون در غرب درس میخوانند، خودشون گرین کارت دارند، ولی دشمن ارزش‌های غربی هستند. ارزش‌های بنیادگرایی اسلامی رو به عنوان مبنای بر حقوق فردی میشناسند، زندگی فرد رو در این چهارچوب محدوده دینی محصور میکنند، به بند میکشند و افتخار هم میکنند که بله ما کردیم و چنین بود و خیلی هم خوب بود. و این گرفتاری بزرگی است. ما این دو کار را اگه نکنیم، در میان نخبگان ایرانی اگر این پذیرفته نشود که در یادنامه نویسی، در اشاره به گذشته به نقد خیش هم بنشینید، نگاه کنید این همه یادنامه نویسی هایی که در پس از انقلاب به چاپ رسیده، یک نفر نمیگوید که من هم بخشی از حکومت خودکامگی و پایمال کردن قانون اساسی در ایران بودم. اونهایی که تازه خیلی شجاع هستن میگویند که ما به اعلی حضرت عرض کردیم. اون آدمی که معروف بوده به مقام امنیتی میآمد در تلویزیون ثابتی کتاب که نوشته میگوید که تقصیر شاه بوده، ما مرتب به ایشان میگفتیم. حالا طرف مأمور بلندپایه سازمان امنیت بوده ولی اینها به شاه میگفتن تقصیر شاه بوده. نه، تقصیر همه بوده. امروز هم همینه. اگر ما نتوانیم، نخبگان، روشنفکران ایران از هر خانواده سیاسی هستند، چپ، جبهه ملی، شاهی، مذهبی، غیره، به گذشته خود نقد کنند، یعنی گرفتاری های گذشته تاریخ رو به پای خودشون هم بنویسن، بگن ما هم در این کار درگیر بودیم، ما هم گناه کردیم. زنده یاد داریوش همایون چنین کرد در یک برنامه‌ای که شرکت کرد، در یک نشست سازمان چریکا شرکت کرد و به خودش نقد کرد که در کشته شدن جزنی و دیگر کوشندگان این حرکت که البته به اونها نقد هم است، او هیچگاه پادرمیانی نکرده و او چه بسا بخشی از این حرکت بوده. و این یک درجه ای از بلند پایگی انسان رو میرسانه که انسان به گذشته نه تنها ساختاری که باش بوده، نهادی که باش بوده، ایدئولوژی که باش بوده، سازمان سیاسی که باش بوده، دولتی که باش بوده به نقد بنشینه، بلکه بگوید که من هم به این بیماری آلوده بودم. بسیاری از کسانی که امروز دکتر ابراهیم یزدی رو به نقد میکشند و بسیاری از افسران رژیم گذشته و کسانی که به داوری من به نادرست اعدام شدن رو بزرگ میکنند، فراموش میکنند که همون کسانی که اعدام شدند در سرکوب آزادی های بسیاری دیگر دست داشتند و اگر چرخ برگشته بود و اگر در روزهای پس از همون 22، 23 و 25 بهمن ورق بر میگشت و شکست میخوردند نیروهایی که در انقلاب شرکت داشتند، این آدم ها دمار از روزگار اونها در می آوردن. شما جدا فکر می کنید که رحیمی یا دیگر رهبران امیران ارتش ایران اگر پیروز می شدند این آدم های مخالف رو زنده نگه می داشتند؟ از جان فاطمی نگذشتند. مصدق رو در زندان زرهی 3 سال به بند کشیدند. اینهایی که قیام کرده بودند حتما کشته می شدند.
بنابراین گرفتاری ما تنها در این نیست که این عده اونها رو کشتن، اینها پیروز شدن و اونها رو کشتن، اونها پیروز می شدن اینها رو می کشتند. من هنوز هم در آرزو این هستم. من یکی از دوستان خوب من که می دانم اهل آدم کشی اینها نیست، هیچگاه هم در این کارها درگیر نبوده، درباره پایان اعدام و جلوگیری از خشونت با هم صحبت می کردیم. می گو اگر حکومت تغییر بکند من موافق هستم، ولی پس از 3 روز. یعنی 3 روز وقت بدید ما بریم انتقام بگیریم، بعد خشونت پرهیز باشیم و دیگه اعدام نباشد. این فرهنگ ماست. روی دیگر مسئله که اشاره کردم در این است که ما فراموش میکنیم اینها بخشی از فرهنگ ایرانی نیست. هنر نزد ایرانیان نیست و بس. البته در این چیزی که به فردوسی هم نسبت داده شده چه بسا درست هم باشه، منظور فردوسی نیست، اما ما خیلی چیزها رو باید از غرب یاد بگیریم، همان گونه که بسیاری چیزهای پزشکی نو رو یاد گرفتیم، بسیاری از جنبه‌های زندگی الکترونیک جدید رو از غرب یاد گرفتیم، حتی واژه‌های اون رو به کار می‌بریم، می‌گیم تلویزیون، تلفن، کامپیوتر. ما باید ارزش‌های حقوقی غرب یاد بگیریم، بپذیریم که در یک نظام مدرن پس از جمهوری اسلامی کسی رو نباید 2 روزه برد و پشتبان رو اعدام کرد و انتقام گرفت. کاری که حکومت جمهوری اسلامی کرد، کاری که در روسیه حکومت لنین کرد و سپس استالین رو به اوج رساند و جمهوری اسلامی از این درس گرفت. آقای خلخالی میگوید، ما باید کاری بکنیم. خمینی گفته بود شما باید کاری بکنید که درسی باشه برای دیگران. بروید اینها رو اعدام کنید، چهره اینها رو در تلویزیون قرار بدهید. گویا ما الان در صحرای کربلا و در اطراف مدینه و مکه در جنگ های میان محمد و دشمنانش نشسته ایم که باید چنین کاری بکنن، نه در دنیای مدرن. ما به شاهراه مدرنیته گام نهاده بودیم و اینها آمدند و همه آن چیزهای محدودی هم که در مدرنیته ایران شکل گرفته بود، کار دادگستری، کار حقوقی، محاکمه بر پایه بالاخره یک ضوابطی با همه فسادی که وجود می داشت، اینها رو ریختن به هم. امید نجف آبادی رو انداختن به جان مردم اصفهان و خود او رو هم بعدها اعدام کردن با همون روشی که امید نجف آبادی آدم های دیگر رو اعدام کرده بود، 2 ساعته و 3 ساعته، خود امید نجف آبادی رو هم اعدام کردند. در پایان این رو باید بگویم که مرگ هیچ انسانی نباید پایه شادمانی کسی باشه. من از درگذشت ابراهیم یزدی اندوهگین هستم، نه از این لحاظ که آشنایی و نزدیکی فکری با ایشان دارم. انسانی بودند، کوشش هایی کردند، زندگی رو در فراز و نشیب گذراندند و به ویژه اینکه در بیماری سرطان در ترکیه، البته در کنار دخترشون که پزشک هست، در اونجا درگذشتند. ولی به هر روی درگذشت او رو به خانواده او تسلیت میگویم. اما گرفتاری ما در این است که آدمهایی مانند ابراهیم یزدی، آدمهای بسیار دیگری مانند خود من و دیگران، تا هنگامی که یاد نگیریم به گذشته خیش به نقد منشینیم و خودمون رو در این کجراهی که جامعه ایران رفته است و گرفتار این چنبره حکومت دینی شده شریک بدانیم، که البته هر یک به سهم خیش، ما نخواهیم توانست یک جامعه مدرن بسازیم. این جامعه مدرن را مسائلش رو از غرب باید بیاموزیم. در ایران ما، در تاریخ ما به وجود نیامده. سپاسگزار مهر شما، تا هفته آینده هستم.